سلام جمعه سی شهریور 1403 ۲ 20 سپتامبر 2024 میلادی به دنبال زلزله عملیاتی که روزهای سه شنبه و چهار شنبه از سوی اسرائیل علیه حزب الله در گرفت و کار عجیبی که هزاران پیجر و بعد هم روز بعد تاکیواکی ها منفجر شدند دو احتمال متصور بود یکی اینکه اسرائیل پیشنهاد کنه آتش بس و حزب الله بپذیره به پشت مرزهای سازمان ملل یعنی روزخونه لیتانی بره و دیگه به تعرضی به اسرائیل نکنه و دوم اینکه حمله کنه و جنگ کنه حالا که ارتباطات حزب الله گسیخته است و بسیاری از فرماندهانش کشته شد. به نظر میرسه اسرائیل هر دو کار رو داره با هم انجام میده امروز حمله هوایی که به منطقه زاهیه در دهومه جنوبی بیروت کرد گفته میشه فرماندهان نظامی در تونلی در اینجا جلسه داشتند که این حمله اسرائیل باعث شده ابراهیم عقیل مرد شماره دوی نظامی حزب الله و فرمانده واحد ویژه و عملیاتی حزب الله کشته بشه رزوان البته لقب اماد مغنیه بود که اون رو هم اسرائیل در سوریه ترور کرد در این حمله چیزی که تا الان تایید کردن این است که دست کم 14 نفر کشته شدند و و شش نفر زخمی شدند که گفته میشه کشتگان ده نفرشون از اعضای همین واحد رزوان و در حد فرماندهان بودن البته اسکای نیوز مطرح کرده که محمد رضا فلاحزاده جانشین اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم که دیروز وارد بیروت شده بود در این جلسه بوده و کشته شده موضوعی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اون رو به شدت تکذیب کرد بر صورت هنوز ابعاد کشته ها و زخمی ها و اسامیشون معلوم نیست ولی کشتن ابراهیم عقیل رو حزب الله هم تایید کرده کسی که بعد از فات شکر که نه امرداد همین سال کشته شد جانشین او شده بود بالاترین فرمانده نظامی بود خود فات شکرم که نفر دوم نظامی حزب الله بود جانشین مصطفی بدرالدین شده بود که او در سال 2016 در سوریه به دست اسرائیل کشته شد در واقع این سومین فرمانده نظامی ارشد حزب الله است که کشته شده ضمن اینکه طی یک سال گذشته اسرائیل مجموعا بیش از 450 نفر از نیروهای حزب الله رو به خصوص در رده های بالا کشته و اتفاقی هم که 27 و 28 شهریور ماه افتاد چند هزار نفر از فرماندهان حزب الله رو و اعضای اون رو عملا یا کشته یا زخمی کرده و حزب الله اعلام کرده که تعداد اینها رو نخواهد گفت بنابراین بیشتر باید گمان زنی کرد یا صبر کرد که در روزها یا هفته ها و ماه آینده معلوم بشه واقعا اندازه ضربه ای که به حزب الله خورده در چه حده به صورت آقای حسن نصرالله که دیروز سخنرانی کرد اعتراف کرد که ضربه سختی خوردند موضوعی که ما ندیدیم تا حالا مثلا رهبران جمهوری اسلامی هم با همه ضرباتی که میخورند یک بار این حرف رو اعتراف کرده باشند ولی حسن نصرالله احتمالا به دلیل فشاری که در لبنان هست و همینطور ابعاد ضربه ای که خورده دیروز اعتراف کرد که ضربه سختی خوردن زمنان پاره خبرگزاری ها و فیلم ها بخشی از مردم لبنان رو نشون میده که علیه حزب الله تظاهرات میکنند و بلاهایی که سر لبنان آمده رو در واقع تقصیر حزب الله میدونند اگرچه ای هم پشتیبان اون هستند اما نکته در صحبتهای آقای حسن نسولا این بود که اولا عنوان کرد که اسرائیل پیشنهاد پیغام صلح و آتش بست داده همون چیزی که انتظارش هم میرفت و ثانیا عنوان کرد که تا جنگ غزه به آتش بست نرسیده ما کماکان به نبرد ادامه میدیم نشونش هم این که امروز راکت پرانی کرد که بعد این حمله هوایی شد بر چیزی رو عنوان در واقع راهی رو آقای حسن نصر الله به نوعی باز گذاشته که اگر مثلا در غذا آتش بشه اینها هم عقب بکشن ولی فعلا خبری از عقب نشینی نیست بر صورت وضعیت اسفنان که حزب الله پیدا کرده برای اون که که در برنامه قبلی هم عرض کردم ارتباطات یک سازمان مثل سلسله اعصابش میمونه و وقتی که ارتباطات حزب الله گسیخته شده درست مثل بدنی است که گوشه افتاده و عصبی نداره مثل یک تیکه گوشت لخ میمونه الان حزب الله اگر درگیر جنگ بشه اسرائیل حمله بکنه مشکل اساسیش این است که با فرماندهان هر واحد و هر قسمت باید چجوری تماس بگیره اگر جلسه بگذارند که اسرائیل پیدا میکنه مثل امروز حمله میکنه اگر تلفنی تماس بگیرن که شنود میکنه جاشون رو پیدا میکنه اگر بیسیم باشه روی بیسیم ها هست و گوش میکنه پیجر هم که اینگونه در واقع جاسازی کردن و این بلا سرشون اومد میمونه این که احتمالا حالا با موتورسیکلت جابجا جا بشن و فرد به فرد خبر ببرن که این هم به درد یک جنگ جدید نمیخوره بعضی هم به شوخی گفتن نامه کبوترهای نامه بر باید به کار بگیره و پیغام جابجا جا کنه بر صورت وضعیتی است که نه فقط حزب الله در کنج دیوار گیره و در آن پاس قرار داره جمهوری اسلامی و ای هم در تنگنا قرار گرفتن شاید فرمانده ابلهی مثل آقای حسین سلامی فقط بدون اینکه بفهمه چی میگه گفته اسرائیل ضربه سخت خورد. ولی همگان در تهران و در حتی بیت رهبری خبرهایی که میرسه این است که گیج شدن و سوال جدی ایجاد شده که تا کجا میتونن جنگ با اسرائیل و محور مقاومت و غیره رو ادامه بدن مسئله این است که در بین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حزب الله در واقع گندلات و سرکرده ای اونهاست بیشترین سرمایه رو جمهوری اسلامی روی حزب الله گذاشته کما که در سال 2006 و بعد از جنگ 33 سی سی روزه که اسرائیل حمله کرد و ویران کرد تا خود بیروت رفت اینها جمهوری اسلامی ظرف سه سال با صرف میلیاردها دلار هزینه همه خرابی ها رو بازسازی کرد و مردمی که خونه‌هاشون رو از دست داده بودن و اجاره پول اجاره داد رفتن جای دیگه زندگی کردن و نه فقط ساختمان و خانه رو ساخت تا پارک و بیمارستان و مدرسه و گردشگاه هم برای حزب الله جمهوری اسلامی با پول مردم ایران ساخت ولی الان چنین توانی رو دیگه نداره ضمن اینکه حزب الله لبنان بازوی اصلی جمهوری اسلامی است در واقع به نوعی خود جمهوری اسلامی است خود سپاه و یکی از محلهای درآمد جمهوری اسلامی است از طریق تولید و توزیع و و قاچاق مواد مخدر قرص های کاپتاگون انواع دیگر مواد مخدر بازوی است که در سرکوب های داخلی از اون استفاده شده و میشه قاسم سلیمانی اونها رو می آورد برای سرکوب مردم در سال 2008 به خصوص دیده شدن در جنبش سبز و اعتراضات بعدی مثل اعتراضات 98 و انقلاب ژینا همینطور حزب الله معلم خیلی از این تروریست ها و لات های منطقه است که جمهوری اسلامی اسلحه دستشون داده مثل حوسی یمن هشت و شعبی عراق و غیرو و به هر صورت وضعیت حزب بگونه است که اگر صلح کنه عقب بشینه یا اسرائیل حمله کنه نابودش بکنه جمهوری اسلامی در واقع همه این حرف های محور مقاومت و غیرو تمام جنایت هایی که در سوریه کرد برای اینکه راه حزب الله و لبنان رو باز نگه داره برای رسوندن اسلحه و غیره همه اینها میره زیر سوال و یا از بین میره به صورت این سرگشتگی کماکان دامن نه فقط حزب الله رو گرفته بلکه دامن شخص آقای خامنه ای و اطرافیان او رو هم برابر اطلاعات رسیده گرفته همچنین خبرگزاری تسلیم یک خبر دیگه هم داشت و اون اینکه آقای عراقچی میخواسته بیروت بره به توصیه شخص حسن نصرالله فعلا سفرش رو منتفی کرد در کنگره امریکا در مجلس نمایندگان کمیته روابط خارجی طرحی تصویب شده از سوی هر دو حزب برای پشتیبانی از اینترنت آزاد در ایران همین شبیه اون در کمیته روابط خارجه مجلس سنای امریکا هم تصویب شده و این دو طرح به استراتب طبق روالی که در کنگره هست ادغام خواهد شد یکی میشه و به سحن علنی دو مجلس خواهد رفت که با توجه به اینکه هر دو حزب پشتیبانش هستن احتمالا با اکثریت بالایی رای خواهد آورد و طرح ترحیست که در اون نکات مختلفی هست برای چگونگی پشتیبانی از اینترنت آزاد در ایران به امید پیروزی ایران و ایرانی